به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام قهرمانان شهید مقاومت مجاهدین خلق در اشرف و لیبرتی، به خصوص به نام 36 شهیدی که در 19 فروردین دو سال قبل به دست مزدوران رژیم خمینی و به فرمان مالکی در اشرف به قتل رسیدند و خون خود را فدای آزادی مردم ایران کردند، و به نام تمامی شهدای خلق که راه و مسیر آزادی به سوی ایران آزاد، ایران دموکراتیک را باز و در قبال خلق ایران آینده‌ای زیبا و درخشان ترسیم کردند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از کسانی که به راه خدا و خلق و آزادی خلق ایمان آوردند، کسانی هستند که جان خود را در این راه فدا کردند و به عهد و پیمانشان با خدا و مردم وفا کردند، و دیگرانی هستند که منتظرند که افتخار چنین پرداختی و چنین فدایی برایشان حاصل شود، و اینان هرگز در عهد و پیمانشان با خدا و خلق تجدید نظر نمی کنند و نکردند. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، دوستان عزیز مقاومت، شهروندان سوئد، دوستان و یاران و حامیان مقاومت که از سراسر جهان در اینجا گرد آمدید، پیام گرد همایی ما امروز به نظر من در چنین مناسبت زیبایی و ارزشمندی به رژیم خمینی است، و آن هم این که دیگر امسال قادر نخواهی بود از بحران‌ها و مشکلات و مسائلی که تو را احاطه کرده است به سلامت بیرون بیایی، و قادر نیستی سرنوشت محتوم خودت را که مثل همه دیکتاتورهای تاریخ نابودی و افتادن در زبالدان تاریخ است تغییر دهی، چرا که خلقی از دست تو به جان آمده و اراده کرده و تصمیم گرفته که تو را سرنگون کند. بنابراین طبق معمول تو به عنوان یک رژیم محتضر نجات خودت را در یک چیز دیدی، و آن هم تلاش برای نابود کردن مقاومت مردم ایران به زعم خودت و در این خواب پنبه‌دانی. و الان که کوپلر از انجام وظایفش در صحنه بین‌المللی برای تسهیل راه سرکوب و کشتار ساکنان اشرف و لیبرتی دستش رو شده و عاجز شده، آخوند بی مقدار وزیر به اصطلاح اطلاعاتت، وزیر جهل و جنایت را مصلحی به بغداد فرستاده ای تا مجاهدین را تعیین تکلیف کند، در حالی که به گفته رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی الان نوبت تعیین تکلیف شدن رژیم توست. به قول مردم ایران، قاچ زید را به چسب، اسب سواری پیش کشد. ولی راز و رمز پیروزی این مقاومت، علی‌رغم تمام توطئه‌های تو، علی‌رغم حامیان بین‌المللیت، در یک چیز بیشتر نیست. این خلق و مقاومت آن و مجاهدین خلق ایران بر رزمندگان اشرف و لیبرتی تصمیم گرفتند تمامی بهای آزادی را همانطور که خواهر مریم گفتند بپردازند، از همه چیزشون بگذرند. به همین دلیل همه توطئه‌های تو پیشاپیش با شکست رو بروز، به خصوص بعد از توطئه کشتار در 21 بهمن 9 فوریه که تمام توطئه‌های کوپلر
و حامیان رژیم در صحنه بین المللی افشا شد. قرار بود لیبرتی جایی برای امنیت باشه، محلی شد برای کشتار، محلی شد برای نابودی. بعد از این هیچ کس دیگر گول آنچه را که حامیان بین المللی رژیم گفته و میگن به خصوص کوبلر رو نخورده و نخواهد خورد، چرا که امروز مردم سوالات بسیار روشنی در سراسر جهان دارند. خطاب به آمریکا، خطاب به اتحادیه اروپا، خطاب به سازمان ملل. قرار بود لیبرتی محل برای امنیت باشد، لیبرتی تبدیل شد به جایی برای کشتار. و چه چیزی از روز 9 فوریه تا امروز عوض شده؟ چه عاملی برای امنیت و ساکنان لیبرتی اضافه شده؟ اگر نشده چرا اجازه نمی دهید ساکنین اشرف که در لیبرتی هستند به خانه و کاشانه خودشون در اشرف برگردند؟ چرا اجازه نمیدید که لیبرتی از مینیموم امکانات امنیتی برخوردار بشه؟ هیچ دلیلی جز این نداره و این دقیقاً توطئه، دقیقاً تهدید و دقیقاً هدف خامنه‌ایه برای اینکه در سال سرنگونی خودش رو از مقاومت مردم ایران، خودش رو از آلترناتیو مقاومت مردم ایران، از آلترناتیو شورای ملی مقاومت خلاص بکنه. ولی البته این فقط یک خواسته که هرگز به جایی نخواهد رسید، چرا که همونطور که عرض کردم الان دست تمام کسایی که بر علیه لیبرتی و بر علیه اشرف مشغول توده هستن رو هستش. دشمن شما، دشمن مردم ایران، رژیم ضد بشری خمینی در اوج افلاس قرار داره، در اوج تفرق در داخل و در اوج بحران ها در خارج کشور، در اوج ایزولاسیون داخلی و ایزولاسیون بین المللی. شما یعنی مقاومت، شما هموطنانمون و یارانتون در صحنه بین المللی رژیم رو به این نقطه رسوندید به دلیل اینکه هستیم، حضور داریم، از میدون به در نمیریم، نمیترسیم، مقاومت میکنیم. درست به همین دلیل امروز مقاومت شما در مقابل نقطه مقابل رژیم خمینی در نقطه بسیار بسیار بالا بلندی قرار داره. این مقاومت که از خیابونهای تهران در هیئت یگانهای ارتش آزادی بخش، پیشتازان خلق، تا عراق، تا لیبرتی و اشرف و تا تمام کشورهای اروپایی و آمریکا گسترده شده برعکس رژیم متشتت خمینی، متحد، یک پارچه، یک حرف، یک مسیر. درود بر آزادی، زنده باد آزادی، با این فریاد داره به راه خودش ادامه میده و هیچ حرف دیگه هم وجود نداره. همه هم براشون ثابت شده که این مقاومت در این مسیر بر اهداف خودش با صمیمیت و استواری ایستاده و خواهد ایستاد. به این دلیل ما به این نقطه رسیدیم و ما تصمیم گرفتیم و این کار رو خواهیم کرد. سال 1392 رو به سال تعیین تکلیف و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوینی تبدیل کنیم. برای نسلی و برای انقلابی و برای مبارزه‌ای و برای سازمانی که چیزی برای از دست دادن نداره، هیچ دشمنی در مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه، همونطوری که تا امروز نتونسته مقاومت بکنه. امروز رژیم خمینی و متحدینش در منطقه در بدترین نقطه قرار گرفتن. بنابراین ما همونطوری که گفتم در شروع صحبت آمدیم این پیامو بدیم به جهان و البته به مردم ایران. توطئه های رژیم شکست خورده و محکوم به شکست هست، چون ما ایستادیم، چون ما میخواهیم که ایران آزاد بشه. دامن محبت را گر کنیز خون رنگین، میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی. درود بر شما.